محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به وزارت نفت قول داده است که این وزارتخانه اجازه خواهد داشت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کند خبرگزاری مهر در نه شهریور به نقل از علیرضا زیغمی مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از قول مساعد رئیس جمهور برای تخصیص دو میلیارد دلار اعتبار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه پروژه های صنعت نفت خبر داد. به گفته او بخشی از این اعتبار به طرحهای توسعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران تخصیص می او همچنین گفت که دو پروژه توسعه میدان گازی گشوی جنوبی و طرح LNG 3100 برای دریافت اعتبار در اولویت قرار دارند. صنعت نفت و گاز ایران در سالهای اخیر با کاهش سرمایه گذاری خارجی روبرو بوده و دولت تلاش می کند این کاهش را با افزایش سهم سرمایه گذاری داخلی جبران کند. خبرگزاری ایلنا روز پنج شهریور اعلام کرد در سال گذشته تنها 17.5 درصد اهداف برنامه چهارم توسعه در سرمایه گذاری در این بخش محقق شده است. که نسبت به سال پیش از آن کاهش قابل ملاحظه ای داشته است بر اساس این گزارش در سالهای اخیر سهم سرمایه گزاری داخلی در صنعت نفت و گاز همواره رشد داشته و حتی به بیش از صد درصد نیز رسیده است در سال گذشته وزارت نفت ایران تنها توانسته است 1 میلیارد و 517 میلیون و 400 هزار دلار سرمایه خارجی جذب این صنعت کند. این رقم در سال 84، سال آغازین دولت نهم، 4 میلیارد و 222 میلیون و 600 هزار دلار بوده است که 79.6 درصد اهداف برنامه چهارم را محقق می کرده است. جذب سرمایه های خارجی در ایران به صورت انقاد قراردادهای بی متقابل و فایننس انجام می شود و دولت برای جبران کاهش سرمایه گذاری خارجی به جذب سرمایه های داخلی روی آورده است. اما این راه نیز نتوانسته مشکلات سرمایه صنعت نفت و گاز را حل کند. به گونه ای که ایلنا نوشته است، بسیاری از پیمانکاران معتقدند بحران تأمین مالی پروژه ها به صورتی جدی اجرای طرح در صنعت نفت و گاز را با مشکل مواجه کرده است در همین رابطه روز چهار شهریور نیز ایلنا به نقل از اکبر ترکان معاون سابق برنامه ریزی وزارت نفت نوشت در حال حاضر برنامه اجرای هفت پالایشگاه در دستور کار است اما چون پول کافی نیست باید همت خود را روی تمام کردن یک پالایشگاه بگذاریم او پالایشگاه را پالایشگاه ستاره خلیج خواند که برای ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و به تنهایی میتواند نیاز کشور به بنزین را برطرف کند